به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت دوستان بیننده، در خدمتتون هستم با آموزش سرمدوزی. اگر کار جلسه پیش رو دنبال کرده باشید، دیدید که کار جقه رو تموم کردم، دو سمتی که دو تا جقه داخل هم بود دوختش رو انجام دادم. این جلسه ادامه کار رو انجام میدم. برای فاصله بین دو تا جقه میایم از سر جقه سوممون، تقریبا میشه از اون قسمت شروع به کار میکنیم. سرمه تراش رو حدود 1.5 سانتی باید قیچی کنیم. بعد از اینکه سرمه تراش رو تو فاصله ای که بین دو تا جقه هست دوختید، قسمت های دیگه کار رو دنبال میکنید. این فاصله رو میتونید با مروارید هم پر کنید. البته مروارید باید همون 7 دونه ای که قبلا توضیحش رو دادم داخل نخ ببرید. برای تیزی سر جقه سرمه رو به همون ترتیبی که گفتم، سوزن باید بیرون این جقه باشه. از سمت بیرون سوزن رو بیرون میارید. دور تا دور جقه رو با سرمه تراش میدوزیم. بعد از اینکه به سر کار رسیدیم، خواه نخواست سوزن داخل جقه میره. دقت کنین سر و ته سرمه ها کاملا پشت سر هم مخفی بشن که هیچ کدوم از شیارای سرمه باز نشه. حتی میتونید یکی از جقه ها رو با مروارید بدوزید، جقه دوم با سرمه ساده، ولی بهتره که این جقه وسط رو حتما با سرمه تراش بدوزید، به خاطر اینکه برقی که میخواییم جلوه کاری که انتظار داریم کارمون داشته باشه رو با این سرمه تراش به کار میدیم. دوستان در مورد زیر کار پرسیده بودن که به چه صورت پارچه ترمه رو آماده میکنی. بهتر استش که بعد از اینکه لای چسب مورد نظرتون رو انتخاب کردیم، که اگه از نوع چلوار بود اونو یک بار آب کشی کنید، به خاطر اینکه احتمال اینکه آب رفت داشته باشه خیلی زیاده. اگه از نوع کتون باشه نیازی به آب کشی نداره. پشت ترمه رو بعد از اینکه اندازه‌ای که می‌خوایم رو کاملا ترمه رو صاف قیچی کردیم و مرتب شد، پشت ترمه رو لای چسب می‌چسبونید. خیلی باید دقت کنید که لای چسب رو با اتوی بخار نچسبونید. حتما باید اتو خشک باشه که لای چسب رو پشت کار وصل می‌کنید. بعد از اینکه لای چسب رو پشت کار چسبوندید، میتونید دور تا دور کار رو سردوز بزنید، چون لمه ها و یا الیاف ترمه کاملا از بافت خودش جدا میشه، به همین خاطر با سردوز مانع از این کار میشیم. بعد از اینکه دور تا دور این جقه رو با سرمه تراش پر کردیم، میایم برای قسمت دیگه کار. من این قسمت رو ادامه کار رو جلسه آینده تکمیل میکنم، بیشتر به این خاطر که به قسمت های دیگه کار هم برسیم. پایین جقه تقریبا یه گل نصفه هستش. برای تکمیل کردن اون میایم از مرکز گلمون شروع میکنیم که سرمه ساده رو برای دوختن این گلبرگ سوزن باید از بیرون کار باشه. اول باید این دایره، نیم دایره وسط رو بدوزید که کاملا اندازه هایی که روی نقشه به ما داده شده حفظ بشه. اگه از نیم دایره اول شروع به کار کنید، مطمئنا دایره های دیگه تون کاملا ردیف و اندازه هم دوخته نمیشه و سایزش اونجوری که روی نقشه هست نخواهد بود. بعد از اینکه دایره وسط رو دوختید، گلبرگای اطرافش رو تکمیل میکنید. دایره وسطی که دوختیم پشت کار نخون محکم میکنیم. بعد دایره بعدی. دایره بعدی رو کاملا از زیر جقه شروع میکنیم. نباید جوری رفت کار را انجام بدید که از ادامه این گلبرگ شروع به کار کنیم. کاملا باید از قسمتی باشه که گلبرگ به جقه چسبیده.
برای دوپردوزی کار بعد از اینکه دوردوزی کار رو انجام دادید کل کار رو پشم شیشه هاش رو میدوزید، بعد شروع به توپردوزی میکنید. این قسمت از گلبرگ رو به این ترتیب که میبینید کامل میکنید. کاملا باید دقت کنید که اندازه‌ی گلبرگا به همون اندازه‌ای که روی نقشه کشیده شده حفظ بشه. حتما دستتون رو روی سرمه آخر قرار بدید تا کاملا محکم بتونید پشت کار بست بزنید. گلبرگ سوم به همین ترتیب که میبینید سوزن بیرون دایره. گلبرگای این گل رو میتونید با سرمه تراش پر کنید یا اینکه با مروارید. البته باید دقت کنید که این گلبرگایی که اطراف جقه هست رو به چه ترتیب پر میکنید. بعد از اینکه اون گلبرگا رو پر کردید این قسمت از کار رو شروع به توپردوزی کنید. چروکی که روی کار هستش رو میتونیم بعد از اینکه کارمون تمام شد با زدن کار به کارگاهی مخصوصی که مخصوص کار سرمدوزی هستن کاملا صاف کنیم و کارمون دیگه هیچ چروکی نداشته باشه. بعضی از دوستان کار رو قبل از اینکه شروع به دوختن کنن به کارگاه وصل میکنن. خب بعضی قسمت های کار اصلا امکان این که بخوان کار رو روی کارگاه بدوزن نیست، پس بهتر استش که اول کار رو تکمیل کنید بعد در انتها کار رو به کارگاه وصل کنید. کارگاه هایی که مخصوص کار سرمدوزی هستن کارگاه های چوبی هستن که کاملا با تمام سایزهایی که شما کار انجام میدید به راحتی میتونین از اونا استفاده کنید. به این ترتیب این قسمت از کار رو، یعنی گلبرگی که پایین جقه هست رو، با سرمه ساده کامل میکنید. دور جقه رو، گلبرگایی که به جقه وصل هستن رو میتونید با سرمه تراش دوردوزیش انجام بدید، هم میتونید با سرمه ساده دوردوزی رو انجام بدید ولی کار توپردوزیش رو با سرمه تراش یا مرواری تکمیل کنید. داخل گلبرگا رو با پشم شیشه که پر میکنید خیلی نیازی نیست که این پشم شیشه رو با کوکایی که میزنید کاملا اون حالت برجستگیش رو بگیرید. به همین اندازه که این کار اون برجستگی که میخواین رو به ما بده کفایت میکنه. کاملا پشم شیشه رو توی دست حالت میدید. بعد داخل گلبرگ محکمش میکنید. فقط کافیه که با دو تا کوک اونو توی کار محکم کنید. گلبرگ بعدی هم به همین شکل. حتما اندازه های پشم شیشه‌ای که برای داخل گلبرگا استفاده میکنید دقت کنید که کاملا وقتی که کار توپردوزیش انجام دادیم و پشم شیشه ها رو دوختید توی یه سطح باشن. یکی از قسمت های گلبرگ برجسته تر از قسمت دیگه نباشه، چون اگه به این شکل باشه کار توپردوزیتون به مشکل برمیخوره. هرچقدر دقتتون رو کار پشم شیشه بیشتر بذارید کار توپردوزیتون راحت تر خواهد بود. گلبرگ آخرم پشم شیشه شو میدوزیم.
بعد از اینکه این پشم شیشه ها رو دوختیم برای دوختن قسمت های دیگه کار گلبرگ هایی که اطراف جقه هستن میتونید از بالای جقه شروع کنید به دوختن این میتونید از انتهایی که گلبرگ ها رو تکمیل کردین شروع به کار کنید برای اینکه بتونید اندازه ها رو دقیق در بیارین از قسمتی که کاملا چسبیده به جقه هست شروع به کار میکنید سوزن باید تو این قسمت داخل گلبرگ باشه تا جایی که به خط قرینه یا تیزی سر برگ میرسید جهت کشیدن نخو دقت کنید که کاملا سرمه ها پشت سر هم ردیف مخفی بشن کامل نخو میکشید تا به این میتونید این تیزی سر برگ رو نشون بدید روی کارتون یا اینکه اصلا این تیزی رو نداشته باشید برای ادامه کار سوزن از وسط دونه آخر بیرون میاد برای ادامه کار باید کاملا قرینه ردیف اول کار رو بدوزید به شکلی که دو سمت برگ کاملا شبیه هم باشن کاملا گلبرگ رو به جقه وصل میکنم برای دوختن گلبرگ بعدی هم از فاصله‌ای که نزدیک جقه دارید شروع میکنید کاملا تک تک این گلبرگ ها باید متصل به جقه باشن حتی میتونید برای تو بردوزی این گلبرگ ها یکی درمیون کار رو تو بردوزی کنید یعنی یکی از گلبرگا سرمه تراش باشه یکیشون مروارید یا حتی از سرمه‌ای که برای دوردوزی هم استفاده کردید برای تو بردوزی هم میتونید استفاده کنید کاملا سلیقه‌ایه اصراری نیست که حتما از سرمه تراش برای تو بردوزی کار استفاده بشه تیزی سر گلبرگ رو حتما یه مقداری به سمت دوختایی که انجام دادید میکشید تا کاملا گلبرگ شکل خودش رو نشون بده کاملا گلبرگ رو به جقه وصل میکنید دور تا دور کار رو به همین ترتیبی که این گلبرگا رو دوختش انجام دادم باید کامل کنید برای ادامه کار تک تک این گلبرگا رو داخلش پشم شیشه میدوزید اندازه این فاصله ای که دارید پشم شیشه رو تو دستتون حالت میدید کاملا اندازه قسمتی که کار توپردوزیش انجام دادید این فضا رو کامل پر میکنید اصلا احتیاجی نیست که قسمت از کار رو پشم شیشه رو محکم کنید داخل کار گلبرگ بعدی رو هم به همین ترتیب پر میکنید ممنونم از توجه شما دوستان امیدوارم که کارمون مفید فایده بوده باشه برای شما تا برنامه بعد خدا نگهدار